قرار دور دوم گفتگوهای میان ترکیه، سوریه و روسیه چند هفته دیگه برگزار بشه. به گفته مولوچاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه، این دیدار نیمه دوم ژانویه به احتمال زیاد در یک کشور سوم برگزار میشه. دور اول این مذاکرات میان وزرای دفاع این سه کشور چهارشنبه گذشته در مسکو برگزار شد. این اولین دیدار رسمی مقامات سوریه و ترکیه پس از 11 سال روابط پرتنش بود. پس از این دیدار صدها تن از ساکنان شمال سوریه جمعه در اعتراض به عادی‌سازی روابط سوریه و ترکیه تظاهرات کردند. شمال سوریه در اختیار گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد که ترکیه از اونها حمایت می‌کنه. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پیشتر گفته بود پس از دیدار وزرای خارجه و دفاع اون نیز ممکنه با بشار اسد همتای سوریه خود دیدار کنه. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه هدف از این دیدارها رسیدن به برنامه مشخصی علیه کردهای سوریه تحت نام مبارزه با تروریسم، آنچه که دیدبان حقوق بشر سوریه توطئه علیه کردهای سوریه خوانده. ترکیه نیروهای دموکراتیک سوریه که همپیمان آمریکا در جنگ داعش هستند رو شاخی از حزب کارگران کردستان PKK و تروریستی میخواند. از سوی دیگر حکومت بشار اسد هم با نیروهای دموکراتیک سوریه رابطه خوبی نداره. ایران که پیشتر یکی از محورهای اصلی گفتگوهای منطقه‌ای درباره سوریه بود، غایب بزرگ مذاکرات سه‌جانبه ترکیه، روسیه و سوریه است. به عقیده کارشناسان حضور ایران در سوریه در راستای منافع ترکیه و روسیه نیست و مسکو و آنکارا میخوان تهران رو از معادلات سوریه حذف کنند. سوران خاطری، صدای آمریکا، اربیل.